اشتباهی هست متاسفانه میشه. من خیلی در زمینهای سیاسی اتفاقا می‌نویسم، منتها بعضی موقع ها اثر ضرورته که یک بخش های مخفول میمونه. مثلا من از زمان رفسنجانی راجع به این قراردادهای به این متقابل هشدار میدم، چون تو اپوزیسیون در زمینه نفت کمتر کسی مقاله مینوشت یا هشدار میداد، نوع قراردادها رو افشا میکرد یا مثلا وضعیت رو توجه ها رو جلب میکرد به صنعت نفت و گاز، یا بررسی های به صلاح بودجه و غیره. یک تقریبا متاسفانه شده یه حوزه مردانه، و اینم یکی از ضعف های جنبش زنانه که تو کارهای اساسی که به مسئله کشورش رفت داره کمکاری میکنن و خیلی از آقایونم دوست دارن خانم ها رو سوق بدن به طرف صرفا مسائل و مقوله های زنانه. من همیشه سعی کردم از این کار اجتناب بکنم، و مسئله حوزه علاقه صرفا نیست، خیلی موقع ها ضرورت زمان ایجاب میکنه که به مسئله اقتصادی بپردازیم. ولی نه، من علاقم به حوزه سیاسی سر جای خودشه، ولی در زمینه اقتصادی هم از هر چمنی گلی. خدمت رو عرض کنم که یک نکته جالب اینه که هنوز بعد از گذشت 30 سال از انقلاب هنوز اساسنامه شرکت نفت تصویب نشده. چرا؟ چراییش جای سوال نداره در واقع، معلومه که چرا نوشته نشده. البته مرتب بوده بزرگترین قدرت، بزرگترین شرکت یعنی برای مثلا بریتیش پترولیوم ثروتمندترین تأسیسات، ثروتمندترین نهاد ایرانه. بله، یعنی در قدیمی ترین خاورمیانه. بله بله. خب مشخصا یه خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، یه دولت استبدادی چون محل درآمدش در واقع نفت هست، این شرکت نفت رو اگر که چندشون کار بر روش رو مشخص بکنه و بیرون بده، خب اون راه رانت هایی رو که از قبل نفت میخوره رو معلوم میشه. این رو شدیداً احتراز داره و اجتناب میکنه. من یک سری حدود 7-8 مقاله نوشتم در مورد مافیای نفتی، منتها مسئله من شخص نبود، چون شخص رو نه قاضی هم نه وسائلش رو دارم یا پروندهش رو دارم که بخوام شخصی رو متهم کنم، و کارسازم نیست، بلکه روش هایی که در بودجه نویسی نظام حاکم استفاده میکنه برای اینکه درآمدهای واقعیش رو از نفت، چون اختیار تامش دست اونه، دست ملت که نیست که، متاسفانه میزان استخراج، میزان فروش، نوع فروش، نوع منظور کردنش در بودجه، این رو به اصطلاح اونجا در اون سری مقالات مشخص کردم، و بعدش هم شدیداً از طریق ایمیل تهدید شدم بگذاریم، چون فهمیده بودم، خودم متوجه شدم که انگوش رو نقطه حساس گذاشتم، پس پیداست که راه های دزدی ها رو مشخص کردم. و در یکی از مقالات دیگر مفصل حدود 18 موردی که نفت رو در بودجه شما میبینید، وابستگی بودجه رو به نفت، منظورمه فقط صرف درآمد حاصل از فروش صادرات نفت نیست، بلکه در 17-18 مورد نفت از دوباره در بودجه شکل نقش پیدا میکنه. بنابراین این که میگن 85% بودجه ایران به صرفا نفت وابسته است اغراق نیست و واقعیت نزدیکه. ولی خب مسلما یک نظامی که نظامش سیستم مالیاتی نداره، یعنی در واقع مردم نیستن که ولی نعمت اون نظام هستن، بلکه این دست بسیاری از اقشار کم درآمد و زیر خط فقر به سوی دولت دراز هست. همین بحث یارانه خدمت عرض کنم که حالا وارد بحثی مثل خود همین بحث، خیلی بحث عمومیه، چون من واقعا یکی از اقتصاددانای چپ ایرانی که اینجا بود ازشون پرسیدم، واقعا فکر می‌کنید روشنفکرای ما داخل کشور به این حد از آگاهی رسیدن که خودشون حاضر باشن که مالیات بدن؟ چون واقعا می‌دونید که توی غرب شما از همه چیز مالیات می‌دید، یعنی برای پلاستیک عوض می‌کنید شما مجبورید یه هزینه رو بدید برای اینکه برن یه جای بازسازیش کنن. خب کس تو ایران هیچ کی، من فکر نمی‌کنم کمتر کسی، نه که هیچ کی کمتر کسی حاضر همچین پولایی رو بده برای تعویض لاستیکش یا روغنش یا خونش که بخواد سیستم بچرخه. بنابراین یک کار بازنگری عمومی و کار همه جانبه است که بعید میدونم توی حتی روشنفکرای ما جا نیفتاده. چطور؟ البته مشکل میدونید کجاست؟ مشکل این است که تا به حال جامعه ایران یک دولتی رو که بهش باور داشته باشه و اعتماد داشته باشه نداشته.
اگر دولتی مردم سالار سر کار بیاد که رو راست باشه با ملتش و برنامه هاش از قبل مشخص باشه و وعده سر خرمن نده، وعده هایی که میده متناسب با وضعیت باشه، به همون ترتیب هم سعی کنه پیش بره، رفت رفت اعتماد اگر جلب شد، گمان نکنم که شما در دوران مصدق نگاه کنید، حتی موقعی که بدون یک فروش یک قطره نفت خواست ایران رو اداره بکنه، اقتصاد ایران رو اداره بکنه، بودن حتی بازاریان بزرگی که اوراق قرضه رو به مقدار بسیار زیاد 500 هزار تومان اون موقع خیلی بوده کمک کردن به دولت مصدق و این دولت از نقطه نظر اقتصادی ضربه نخوره. پس هستن جامعه ایران اگر اعتماد بکنه، مسلم بدونید هستن کسانی که اگر بدونن این پول مثل به اصطلاح پول نفت نیست که نه چند و چونشون میدونه، اصلا جامعه ایران ارتباطی با منابع نفتی نداره مستقیم، یه دولتیست اون استخراج میکنه میفروشه، بعد یه مقدارش صدقه سری به یه بخشی از ملت میده، بخشیش خدمات رو میپردازه، حقوق اکثریت ملت از دست دولت گرفته میشه، یه بعضی هم یه دوچار یه توهم هم خیال میکنن این نفت اصلا متعلق به نسل‌های آینده نیست، یک منبعی است که فقط تو همین نسل باید صرف بشه به سر سفره. این لغت‌هایی که سر سفره میارم یا وعده‌هایی که آقای کروبی در دوران انتخابات خودش میداد 50,000 تومان پخش میکنم، از جیب شخصی که نمیخواست بده، از همین درآمدهای نفتی میخواد بده. به هر حال این ذهنیت باید عوض بشه و باید اگر جامعه ایرانی قبول بکنه که دموکراسی و مردم سالاری بدون اینکه یک عدالتی در زمینه اقتصادی انجام بشه و اینکه دولتی که باید وابسته به مالیات مردم باشه، سیستم مالیات دهی در ایران شکل نخواهد گرفت و خودتونم آگاهیست که این هم یک روزه و یک شبه نمیشه انجام داد. آگاهی میخواد، اون اعتماد میخواد، اون ملات اخلاقی رو لازم داره جامعه که یک باوری انجام بشه که این مالیاتی که مردم در به قول شما از پرداخت تعویض لاستیک تا مالیات بر درآمد تا مالیات بر ارث و غیره رو بپردازه، اینها همه صرف خود ملت، صرف بازسازی و سازندگی کشور میشه. اگر راهکاری اساس اقتصاد باشه، مسلم بدونید همون راهی هم که تا به حال میدادن نخواهند داد. دقیقاً خدمت رو عرض کنم که تا اونجا که من میدونم زمان آقای خمینی سید احمد مسئول پول نفت بودش که تو حسابی بودش که توی لندن بود، بعدن قرضی که وزیر نفت بود اون موقع رئیس جمهور خامنه ای بود، ولی گزارش نفت رو مستقیم میداد به آقای خمینی و این بعدش که خب بود دست آقای رفسنجانی بود، ولی در حال بعدش تقسیم شد به یک نوعی بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای و احمدی نژاد هم که اومد عملا دست گذاشت روی این مسئله نفت که قسمت به اصطلاح نشون به نظر میاد که جناح رفسنجانی، نه که فرد رو نمیگم، جناح رفسنجانی رو بگیره، ولی خب دیدیم که 3-4 ماه طول کشید تا تونستن یه وزیر نفت پیدا بکنن و این معضل همیشه همچنان ادامه داره. و البته خب تو این دوره آقای احمدی نژاد ما بیشترین نفت رو فروختیم، چیزی در حد بیش از 300 میلیارد دلار ایران تونسته درآمد نفتی داشته باشه، ولی ذخایر ارزش به شدت کاهش یافته و در حال ولی اونم هزینه کرده دیگه، در حال برای ایران برای مردم در حال به یک نوع حالت ساختاری نبوده، ولی واردات کرده، میوه آورده، نام هزار تا وسیله آورده که بالاخره به یک نوعی درد فعلی مردم حل کرده که خب البته رأی برای رأی بودن هم به نظر میاد که باشه، ولی کلن شما فکر میکنید که با این تحریمایی که اخیراً ما داریم و با این سیستم بسته‌ای که توی نفت هست و عملاً و الان هم که شروع کردن به این که قیمت رو، من خوندم تو خبرها قیمت رو کمتر میدن برای اینکه بتونن تحریما رو دور بزنن یا اینکه مجبورن به پولای دیگه بفروشن، یعنی میخوان به یوان چین و یا درهم امارات بفروشن، خب بعد اینا همه تبادلاش کلی هزینه برمیداره دیگه، اینا فکر می‌کنید چه اثراتی خواهد داشت، اثرات کوتاه مدت بر اقتصاد ایران و به تبع بر مردم ایران؟ عرض کنم در مردم ایران هم اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خواهد داشت. اصلا اصل تحریم ها که دامنزنش خود این نظام حاکمه،
میدونید که همونجور که اول اشاره کردم، ابتدا برای رفع این اثرات باید رابطه دولت ملت درست بشه، رابطه مردم با منابع درآمدی منابع ملی خودشون درست بشه، به دید ثروت و درآمد نگاه نکنن. این در کلیت هم فعلا با وجود وضعیت فقیه امکان پذیر نیست، بنابراین این یک در حد یک رژیم راندخاری به دامن زده، به راندخاری و ادامه هم میده تا زمانی که در قید حیات. بله، اما اینکه این تحریم ها اثرات دارن مسلما حتما بر حتی هزینه های مبادله ای در اقتصاد ایران نقش عمده دارن، در کاهش کارایی و بهره وری در ایران نقش دارن، دامن میزنن به اینکه